خب با یه چهارم اموال چی کار میشه کرد؟ هیچ کاری نمیشه کرد. تازه ما میخواییم ساخت و ساز کنیم؟ این همه با مامان و دایی در افتادیم برای یه چهارم اموال که یه چهارم اموال به اون برسه؟ من که به این علی جان هیچ اعتمادی ندارم. این حرفایی هم که بابا عزیز میزنه، نمیدونم سهم داره و این چیزا، اصلا معلوم نیست درست باشه غلط باشه، معلوم نیست توهماتش باشه. حواستون باشه، قرصای بابا عزیز تموم شد، سر خود نگیرید. سلام خانم. سلام. ببین جناب سربانم هر روز اینجا هسته. الان تو دفتره؟ آه باشه. ببخشید ببخشید بابا، از نادیه نشان پیدا نکردم. من خبر ندارم چطور؟ انگار شما هم نگرانشی. نه خانم، راستش ایرون موندم از ظرف و روز شما. آخر عارف از اون سال تا بال هیچ حرف دیگه نزده، میدونه شیطنت بچگی بوده دیگه. با اجازه من برم دفتر. خواهش میکنم. جناب سرنگ ببخشید من میتونم برم؟ داره بار مساله میاد برامون. بفرمایید. متا تو کارگاه باشید، بنده با شما هم کار دارم. باش. آقای عبدی. بله. تشبیه. نه مهم نیست، بفهم. باش. جام سرنگ، شما که قبلا از ما بازجویی کردین. نفرمایید آقای عبدی، بازجویی نیست، فقط چند تا سواله. جام سرنگ، شما که جواب پزشکی قانونی رو میدونین، برادر خدا بیامرز من سکته کرده. عارف که سکته نکرده، قاتلش هنوز پیدا نشده آقای عبدی. ای بابا، ما چیکار به عارف داریم؟ باور کنید جناب سرهنگ، سال به سال ما نمیدیدیمش. اخوی شما قبل از فوتش یه چک 100 میلیون تومانی برای آقای به اسم مسعود ایوازی صادر کرده، خبر دارین؟ نه. ظاهرا بر خرید آهن بوده. لابد آهن خریده دیگه. شما خبر دارین؟ این آقای مسعود ایوازی جزو فروشنده های مواد اولیتون بوده؟ نه نبوده. یعنی هیچ وقت خرید ازش نداشتین؟ تا جایی که من میدونم نه. جام سرهنگ میگن رحیم ازش آهن خریده. تو حساباتون وارد نکردی؟ بفهمید این کپی چکشه. لطفاً اطلاعاتش وارد کنیم ببینیم وارد کرده. ما آهن رو از یه شرکت مشخص میخریم. پس این آقای مسعود ایوازی. بله بله بله، همین مسعود ایوازی ماجراش چیه؟ نمیدونم. یعنی تو حسابای شرکت نیست؟ نه چیزی نیست. عجیبه. جام سرنگ اجازه ببنده بفرم من یه تماس با بانک بگیرم. بفرم. بلی ممنون، ببخش. کدوم شعبه است خانم؟ همین شعبه سر خیابون. با اجازه ببخشید. خواهش میکنم. شما که آقای ایوازی رو میشناختین، چرا آقای عبدی باید به ایشون چک بده؟ نمیدونم، منم خیلی نمیشناسمش، در همون حدی که قبلا بهتون گفتم. ایشون هیچ وقت اینجا اومده بود؟ نه اصلا. خال خب به کارتون ادامه بدید. خیلی منتظر شما بودم. بله نشد بیام. شما هر وقت بیاین قدمتون رو چشمه.
شما میدونید من برای چی اومدم ببینمتون دیگه. اما پروین درباره شما بهم گفته بود. راستش برام سوال بود زنی که قبل از مادرم تو زندگی پدرم بوده و همچنانم هست کیه؟ اون قضیه مال خیلی سال پیشه. خیلی وقتی که تموم شده. وقتی پدرم با عمم میاد اینجا شما رو میبینه یعنی هنوز تموم نشده دیگه، درسته؟ من سالها بود که پرویز رو ندیده بودم. الانم دارم زندگی خودم رو میکنم. خیلی باید شما در جریان نباشید بعد اون وقت بابای من تصمیم بگیره یه دفعه بخواد با شما ازدواج کنه. شما راست میگید، من در جریان بودم ولی نمیخوام با پدر شما ازدواج کنم. ولی عمه پروین من یه چیز دیگه میگفت، بعدم این که اینجوری که میدونم تا الان شما ازدواج نکردین، درسته؟ ترجیح دادم درسمو بخونم و کار کنم. شاید هم منتظر پدر من بودین. پدر شما اون موقع که بعد برای ازدواجش تلاش میکرد هیچ کاری نکرد و گذشت رفت. من خیلی وقتی که اون ساله رو فراموش کردم. پرویز با اولی مشکلی که برامون پیش اومد کم آورد و همه چی رو ول کرد. حاضر نشد براش بجنگه. بیشتر به فکر خودش بود. شما اصلا پدر منو نمیشناسین. وقتی مادر من داشت با سرطان میجنگید بابای من عین کو پشتش بود. اصلا یه ذره هم کم نیورد. اصلا شما خودتون چرا تو این رابطه هیچ کاری نکردین، تلاش نکردین؟ راست میگی. منم کاری نکردم. درگیر غرور جوونیم بودم. فکر میکردم اونقدر همه چی تمومم که برای چی باید تلاش کنم. فکر میکردم اگه کسی منو دوست داره اینقدر باید عاشقم باشه که بیاد پاشنه در خونمونو در بیاره. پس منتظر پدر من بوده؟ نه. بیا بشین تا برات بگم. اینقدر تون نرو. پدر شما وقتی ازدواج کرد منتظر شدم آدمای قوی تری وارد زندگیم بشن، ولی هر کی بعد از اون اومد از اون ضعیف‌تر بود. پرویز عاشق نبود. عاشقی که نجنگه و منتظر باشه هر چی پیش بیاد که عاشق نیست. همیشه رفتن و فرار کردن راحت‌ترین کاره. پدر من عاشق ترین مردی بود که تا حالا تو زندگیم دیدم. اون عاشق مادرم بود. حتی تا لحظه رفتنشم پدر من پای مادر من وایساد. نگار جان من فکر میکنم دل شما از یه جای دیگه پره. من اگه جای شما بودم نه اینجوری حرف میزدم نه اینجوری در موردش قضاوت میکردم. الانم چایی تو بخور سرد نشه. همیشه اونطوری کلاه میذاری سره؟ نه جانو سنم، بعضی وقتا ببینم پدر بزرگت هیچ وقت شرکت نمیاد؟ پدر بزرگم یه مقدار مریض احواله جانو سنم، نمیتونه بیاد. بالاخره جزو وراثه دیگه، درسته؟ بله جزو وراثه. اون روز که اومدی واسه قرضت چرا بابات نیومد؟ اون روز جانو سمنگ بابام یکم گرفتار بود. بعد اصلا فرقی نداره، من و بابام نداریم. اکثر کارهای بابام رو من انجام میدم، ما با هم شریکیم. متوجه چیز مشکوکی نشدی؟ چرا؟ چرا جانو سمنگ؟ این پسر عارف، هم پسر افغانیه. همون روز که من اینجا پیش عمو رحیمم بودم اونم اینجا بود. بعد عمو رحیمم یه چک 100 میلیون تومانی براش نوشت، بعد کلی هم تراول بهش داد. از کجا فهمیدی 100 میلیون تومان بود؟ امرحیمم گفت دیگه. امرحیمم گفتش که 100 میلیون تومان شد، چک می‌نویسم برات، ما بقیش هم نقد میدم بهت.
نفهمیدی اون چکو برای چی به عارف داد؟ نه والا، ولی جناب سرنگ این عارف چون پیش عموم کار میکرد بعد خب همیشه ازش قرض میگرفت دیگه، عموم هم دست خیلی داشت، به همه کمک میکرد. آقای عبدی اون چکو به اسم کی نوشت؟ من ندیدم جناب سرنگ، چون من اینجا نشسته بودم، بعد عموم پشت میز بود، نمیتونستم ببینم به نام کی و برای کیه. خب این کجاش مشکوکه؟ چیز عارف مشکوک بود جناب سرنگ، یه مقدار اصلا هول بود، عجله داشت انگار. آقای عبدی چی؟ عموم نه، عموم بیشتر نگران بود، انگار میخواست مثلا کار عارف رو زودتر را بندازه که عارف بره به کارش برسه. عمو تو دوست داشتی؟ بله جناب سرنگ، عموم بود دیگه، کی عموشو دوست نداره؟ ولی گویا رابطه خوبی با هم نداشتیم. چی همچی حرفی زده جناب سرنگ؟ ما خیلی رابطه هم با هم خوب بود، عموم و بابام خیلی با هم رفیق بودن، بعد عموم خدا بیامرز خیلی هوای ما رو داشت. بندازه عارف علی جان؟ جناب سرنگ هیچ کی جای برادر و برادرزاده رو برای آدم نمیگیره که. ولی به نظر میرسه این دفعه گرفته. جناب سرنگ برادر گوشت برادر رو بخوره استخونش رو دور نمیندازه. چرا اون روز با عمو رحیم بحثت شد؟ جناب سرنگ من بحثم نشد، ما فقط با هم دیگه حرف زدیم اون روز. درگیرم شدیم؟ نه آخه، برای چی درگیشیم؟ ما اصلا درگیر نشدیم، فقط با هم دیگه حرف زدیم. خب آدم دیگه، آدم عصبانی میشه دیگه، مثلا تو دیدی که به عارف پول داده به تو نده عصبانی شد. نه آخه جناب سرنگ، من و عمو با هم روز حرف زدیم دوتایی، بعد عمو به من گفتش که تو برو خونه اون انجام، من برات یه چک مینویسم میفرستم میاد خونه، بعد منم ازش تشکر کردم و خدافظی کردم و رفتم. همین. بالاخره یه دلیلی داشته که ضربه تو سرش خورده دیگه. خب جناب سرنگ، عموی من که اصلا به خاطر سکته مغزی فوت کرده، نمیدونم چرا دنبال قاتل میگردیم. خب اصلا شاید با یکی دیگه درگیر شده جناب سرنگ، شاید با یکی دیگه بحثش شده. من اصلا جناب سرنگ همون روز که اینجا بودم، این پسر بشیر با یه حال خیلی عجیبی اومد تو اتاق، خیلی عصبی بود. خب بعد اصلا منو ندید، انقدر عصبی بود، اومدش با من سلام علیکم نکرد. خب بعد چی شد؟ چی جناب سرنگ میگم، خب شاید مثلا کار اون بوده، شاید کار کسای دیگه باشه، احتمالش هست. افغانستان یه پسر نوجوان یه کتاب هدیه داده به دختر. گوه من اصلا کاری به گذشتش ندارم که. اصلا ربطی به من نداره. ولی وقتی پلیس واسه پیدا کردن قاتلش به اسم نادیه نیسته، یعنی که این اسم همین امروز با عارف بوده. حالا چطوری و کجاشو من دیگه نمیدونم. حالا هم چیزی ثابت نشده که. بلکن اگه خیلی هم تو فکری ناراحتی، بردار این کتاب بده به پلیس. لیلا واقعا نمیخوام از من معرفش بقیه خراب بشه. اگه یه رازی هست همون بهتره که بمونه پیش خودم. نمیدونم والا، من دیگه مغزم جای قد نمیده. فقط اگه میخوای بفهمی نادیه کیه، به نظرم اینو ببر پیش سرنگ پناه اون خیلی خود. بسته دیگه لیلا، برو سر کارت. بد اخلاق، اصلا به من چه، مگه تقصیر من چه؟ برو دیگه.
بفرمایید داخل. ببخشید کی نوبت ما میشه؟ بعد از این آقا که اومدن بیرون. ممنون. ببخشید دکتر، میخواین نماز بخونی؟ هنوز شروع نکردم، بفرمایید. نمازتونو که خوندین میفرستم بیان داخل. آه مریض اومده؟ نه بگو بیا تو، بعدم بخونم. منتظر میمونه. بگو بیا تو دیگه. آقا بفرمایید. سلام. سلام، بفرمایید، بفرمایید. ببخشید. بفرمایید. خوش اومدید. جانم در خدمتم. شما دکتر جانبخشید؟ بله، در خدمتم. شما دکتر کلیه هستید؟ دکتر کلیه؟ نه، من متخصص داخلی هم. چی شده؟ مشکل کلیه داری؟ من نه، خواهرم اومده پیشتون تباز. پیش من؟ مشکل کلیه داشت. آها، همون دختر که دیالیز میشد، درسته؟ بله. حالش چطور؟ اتفاق خیلی بهش فکر میکردم. اصلا حالش خوب نیست. کسی برای پیوند پیدا شد؟ نه. تو اسم چیه؟ آصف. آصف، ببین آصف جان، من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. چی کار میخوای بکنم؟ من خودم میخوام کلی هم بدم به خواهرم. خودت میخوای کنم؟ بله. آزمایش دادی؟ آزمایش هم دادم، همه کارم رو کردم، فکرام هم حتی کردم. آها، تو همون برادری هستی که میتونست کلیه بده؟ بله. آره. خب اون موقع که مادرت اینجا بود گفت راضی نیست، رضایت اونا رو چیکار میکنی؟ اونا اجازه نمیدم، من خودم اومدم خواهرم خوب کنم، پولش هم دارم. من فقط اومدم خواهرم خوب کنم. چند سالته؟ 22 سالم. ببین آصف، یه مسئله‌ای که هست اینه که تا پدر مادرت رضایت ندن شدنی نیست، یعنی نمیشه این کار انجام داد. اونا رضایت نمیدن. طبیعیه، اونا پدر مادران حق دارن که نگران باشن. من اونا رضایت نمیدن، من دیگه بچه نیستم، بزرگ شدم، خودم کار میکنم، بقیه پولت هم میدم. شما فقط منو ببر بیمارستان، خواهرم هم بیه بهونه از خونه میارم بیرون. نمیشه عزیزم، اینجوری نمیشه. تو باید پدر مادرتو راضی کنی، باید باشون حرف بزنی. هیچ بیمارستان این کارو نمیکنه. اونا رضایت نمیدن، من دیگه بچه نیستم، خودم تصمیم میگیرم برای کاری که باید بکنم. بیا پولتو بردار، من تو این چند روز میگردم ان شاءالله کلیه پیدا میکنم. بیا. یعنی تو کی؟ تو این 3-4 روز سعی میکنم پیدا کنم دیگه، ان شاءالله پیدا میشه. بیا پولتو بردار. آرام ضعیف شده، نکنه بمیره. نه انشالله، امید نباشه، درست میشه انشالله. مدرسه هم میره؟ نه نمیره. یعنی اصلا کلن تا حالا مدرسه نرفته؟ 2 سال درس خون دیگه نمیتونه بخونه، خودم تو خونه بهش درس یاد میده. آفر، خودت کجا درس خونده؟ من شرره. باشه. ببین واسف، من واقعا تمام تلاشمو میکنم، هر کاری از دستم بر بیاد میکنم که این مشکل رو حل کنم. تا کی آخه؟ دیر نشه. نه انشالله. بیا پولتو بردار، بیا. ببین هر جوری هست ما باید رضایت پدر مادر تو جلب کنم، غیره نمیشه. کجا میری؟ شما که نتونستی کاری بکنی، داری میری حداقل یه جای دیگه، یکی دیگه رو پیدا کنم برام، شاید اون بتونه کاری بکنه. قهر میکنی، خجالت میکشی. بیا اینجا، بیا اینجا. پسر خوب، فکر کرد من دروغ میگم به تو؟ من میخوام کارتو را بندازم. بیا آدرس تو بنویس روی این، شما موبایلت هم پایینش بنویس. حالا پیش هر کی بری پول ازت میگیره، کارم انجام نمیده. من میدونم که بنویس. انشالله که حل میشه، قربونت، نگران نباش. موبایلت هم نوشتی؟ باش، برو به سلامت. خداحافظ. خداحافظ. اینجا
یا الله ماشین کجا پارک کردی؟ همین دوره با شیرینی نگرفتی؟ بابا عزیز، بابا عزیز بذار کارمون تموم بشه شیرینی هم میگیریم. چشم، من خودم میگیرم وسط. بابا دفتر خونم خوب توش پول هست و نه؟ بیشو رستوران مگه؟ حالا کلی میگم پیشنویس سندا رو لطفا به من بدین. بله بفرم. نه این هستش. مرسی. شما هم لطفا سند رو به من میدین؟ سامان بابا عزیز اون سند رو بدید به خانم. بابا عزیز اینو الان باید بدی. بابا عزیز اسم رحیم از همه جا پاک شد. بابا عزیز الان چاره ای نیست اینو بدین بابا. خانم خدمت شما باشه. ممنونم. مالیات نقل و انتقال، پایان کار. اینه این مالیات. بله پایان کار و مفاصل حساب شهرداری. ممنون. خواهش بابا عزیز میخوای بریم بیرون یه هوا بخوری؟ نه زیاد طول نمیکشه. صدای چیه؟ گوشی کیه؟ بابا عزیز شما موبایل داری؟ موبایل شما زنگ میخوره؟ این گوشی کی برداشته این؟ بیدید من چقدر دنبالش گشتم من فکرم گم شده. الو بابا این گوشی دست این بگی الان شهر میشه برامون. خیلی خوب بله نیستم. کارتون چی؟ معلومه داری با کی صحبت میکنه؟ یه دقیقه هیچی نگو. خب الان تو چی کار داری؟ بذار داشته باشه بعد ازش میگم. میفهمه سوتی میده سه میشه اینجا. گوشی بگیر از دستش. اصلا نمیفهمه چیه. من دارم به فکر خودمونم دارم. بیشعور امرتونو بفرمایید من میگم. ببین دو دقیقه ببند اینو بذار کارمون انجام بدیم بریم دنبال کار زندگیمون. من هم میخوام کارمون انجام بدیم. نمیذارید چی داره میگه؟ آقای فلت میشه تحویل بگیر. چشم میگم باهاتون تماس بگیره. سلامت باشی. خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ. بابا عزیز با کی حرف میزدی؟ با رحیم کار داشت. و چرا میگی میگم زنگ بزنه؟ به تو مربوط نیست. بابا این سند و این خط هم باید به نام بزنیم. بی خود. من خودم پولشو میدم. این خط باید به اسم رحیم بمونه. فهمیدی؟ فهمیدی؟ بله بله. فهمیدی؟ فهمیدی؟ بله فهمیدیم. 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 حالا من عذرخواهی میکنم. هرچی شما بگو بس. هرچی شما سه دنگ به نام آقای عزیز عبدی میشه و سه دنگ به نام آقای رحمت عبدی درسته؟ بله بنده هستم. بله لطفا انگشت اشاره دست راستتون رو بذارید. بابا عزیز انگشت سبابه دست راست نگه گریه نکن دیگه. ممنونم. بس تمام شد. بله شما هم لطفا انگشت اشارتون رو بذارید. چطوری؟ من پروندهشو دیدم. آدرس خونه تبسم بده برام با خانم داش حرف بزنم. نه شما زحمت نکش. من خودم یه فکری کردم براش. من فکر می‌کنم اگه با یه هموطنش با افغانستانی برم اونجا اینجوری ارتباط بهتر میشه میتونم حلش کنم. نه بابا. حتما هم بعد اسم این خانم افغانستانی نورا جعفری باشه دیگه. آره اون باشه مشکلی چیه الان؟ آقای دکتر شما قرار بود چند روزی برید تو مدرسه کمک حال این خانم باشی. تمام دیگه الان ماجرا داره فراتر از این حرفا میره. حواسم هم هست. من تا ابد که قرار نیست تو مدرسه بمونم. یه هفته نهایتا دو هفته میمونم تمام. ای کاش انقدر که به فکر مدرسه بودی به فکر مطبت هم بودی شما. این واقعا فکر میکنی من به فکر نیستم؟ نه اینکه شب میره اونجا میشینه تو تاریکی به فکر بودن نیست. چیه؟ دکتر سیاست داشته باش. خب یه دست گل بخر برو پیش دایید. چرا این کار نمی کنی؟ میخوام این کار بکنم روز ولی روم نمیشه بابا. خانم جعفری واقعیتش اینه که من خیلی نگران این بچه‌ام. یعنی فکر میکنم این عمل پیوند عضوش خیلی زود باید انجام بشه. درسته مهاجرای افغانستانی واسه عمل پیوند خیلی مشکلات دارن. قبلا هم داشتیم مورد اینطوری.
بله میدونم. نمیایین تو دفتر؟ نه من یه ذره عجله دارم، اگه زودتر برم بهتر. مشکلی پیش اومده؟ مشکل؟ یکم انگار استراب داری. نه استراب ندارم، یه اتفاق خانوادگی شخصی افتاده، انشالله حل میشه. باشه، در حال من که خوشحال میشم بتونم کمکش کنم. دست شما درد نکنه. اسمش چی بود؟ اسم کی؟ اسم همین دختر دیگه. ها تبسم. حالا اگه فردا وقت داشته باشیم بتونیم یه سر بریم پیششون، به نظرم خوب میشه. باشه حتما. خانم جعفری، من در خدمتتون هستم. شما تو این حسابا اطلاعات جدیدی پیدا کردین؟ نه راستش مربوط به حسابای کارگاه نیست. راجع به اون اسمیه که ازم پرسیدین. نادیه؟ بله. من این چند روز خیلی فکر کردم. از چند تا از آشناهام پرسیدم. کسی از فامیلای نزدیک عارف اسمش نادیه نیست. خودم هم هرچی فکر میکنم اصلا یادم نمیاد عارف از کسی به اسم نادیه حرف زده باشه. خب اینو که قبلا هم گفته بودید، بس چیز جدیدی برای گفتن ندارید. شما فکر میکنین نادیه عارف رو کشته؟ ما همه این موارد مشکوک رو بررسی میکنیم، نادیه هم جزوش. عارف از اون آدمایی نبود که بخواد با یه زن غریبه ارتباط بگیره. شما به این مورد حساس شدید، طبیعی هم هست، ولی ما هنوز نمیدونیم که عارف با نادیه ارتباط داشته که شاید هم دیگر نمیشناختن. توی زندگی عارف و نزدیکاش زنی به اسم نادیه نبوده. آخه این زنی یا از کجا پیدا شد و خونش هم رفته؟ چطور من تا الان ازش خبر نداشتم؟ اینقدر تون نرین خانم جعفری، هنوز که چیزی معلوم نشده. من که باش قرار خواستگاری داشتم، حتی یه بارم تا در خونش نرفته بودم. شما این همه راه اومدید که اینو به من بگین؟ خب به من حق بدین. به نظر میاد که شما اینجا اومدید اطلاعات از ما بگیرید، نه اینکه اطلاعات بدید. الو. بله آقای کرمی، الان میام. با اجازتون من میرم برمیگردم. بفرمایید بشین. نه دیگه من بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. ای دارید تشریف میبرین؟ با اجازهتون رفع زحمت میکنم. خانم جعفری، اگه چیزی هست که من باید بدونم خواهش میکنم تو گفتنش تردید نکنید. نه چیزی نیست. خداحافظ. خداحافظ. ای یه چیزی دیگه.
ببینید تا مشخص شدن ماجرا خواهش میکنم قضاوت نکنید. هیچ چیزی معلوم نیست. درنچه ذهنتونم علکی مشغول نکنید. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خدا حافظ. خدا حافظ. مرا تا که